ساپایی که سبا مژده عید رمضان داد، او باب چنان را ز رخ ماه نهان داد. برخیز و بر شکرانه این عید سما کن، زیرا رمضان را به تو عق عدیه گران داد. سلام و عرض ادب خدمت شما بیننده های عزیز و شما را خوش آمدید میگم به ویژه برنامه مسیر صحت. این هفته نمیخوایم روی بیماری صحبت داشته باشیم، چون عید است، عید همه ایتان مبارک، و میخوایم که امروز امرای دکتر صبای جوان و مسیرین بسیار خوب برنامه داشته باشیم. دکتر صبای مرتضی جان هستن، دکتر صاحب رخسار جان و همچنان برادر بسیار خوب ما دکتر صاحب صدیق الله جان هستند. سلام به همتان و عید همتان مبارک و خوش آمدین به برنامه مسیر صحت ویژه. خب میشه از مرتضی جان شروع بکنیم؟ مرتضی جان عید چگونه آغاز کردی تا اینجا؟ سلام به شما، سلام به تلویزیون و از طریق تلویزیون به تمام مردم افغانستان، مردمی که همیشه رنج دیده و امیدوار هستم یک عید را با خوشی و سلامتی فامیلشان آغاز کرده باشند و ما هم عید را با سلام علیک و عید گفته، عید تبریکی گفتن با پدر مادر آغاز کردیم و تماس گرفتیم و دوستایی که در بیرون از افغانستان و اونایی که در خانه نیست کدو ما امروز ما را همراهی کردن نمیتونه، باز کدو از اونا عیدی تبریکی گفتیم و فعلا هم در حضور شما هستیم و خوشحال هستیم که از طریق شما پیام خود به مردم جهان میفرستیم. خیلی زنده باشین، تشکر. باز امیده بهتون تبریک میگم. نمیم از رخسار جان شروع میکنم. دکتر صاحب رخسار جان، میشه که یک معرفی از شما داشته باشین در ابتدا، بعد از او باز صحبت های دیگه از شما میداشته باشین. به نام خدا، سلام میکنم تلویزیون چراغ، بینندگان تلویزیون چراغ و همچنین به شما سلام. تشکر از اینکه منو دعوت کردین. رخسار عزیزه هستم، یکم از معاصرین پوانتای سیماتولوژی پوانتین تیوی چراغ. بسیار خوب صدیق الله جان، برادر عزیز، میشه از خودتون معرفی داشته باشیم؟ در ابتدا من خوب شما رو هم میتونم بشناسم، چون که همین ما با هم بودیم قدر سالها، ولی بیننده ها با شما معرفی نیستن، میشه با اونا معرفی داشته باشیم. دستر خلاک، دستر لبه، در سلم هفته تست، استاد دیزد از مکلی دیزد داری که طولی و دوال تا سلامه نورده کنم او طول در اختر مبارکه نورده کنم خاص تو گاه کسان ده چی ده صحت ده دگر ده تیب دگر طولو ها قهرمان هم تا چی آقا خلق کورنی سر ده اختر خوشحالی تیرولو ترزای تلی دی ده خلقو خدمت کدی او خل وقت او خل خوشحالانی ده خلقو خوشحالی او ده خلقو صحت ده بخلق کردی دیا استاد خدیر بنا نکوما چی بوش بدعوات خلو خوشحالی او بل ده اختر چون مرد ولایتون سخین و د کلی اختر جلای او دلته وز بر اختر جلای زب شنن مثلا اختر را شروع کی هغه دلته وای چې سر چې بو المند وو کی جلا شنه سلو زبر سرخان ما وار کی هغه اختر بو شروع کی فامیل کی دلته څوک د سره دی د هغه سره بو اختر مبارکي وکړه او بیا د هغه څخه وروسته چې مور پلان په ولایتو کی دلته نه سره سره اول بو د مور سره په تلیفون خبرې وکړه د اختر مبارکي مو ورکړه او بیا هم د پلار سره د پلار جان سره د خوندو سره د ورونو سره د ټول فامیل سره به ارتباط ونیو. نو اختر ډېر خوشحاله اختر دی. خوشحاله اختر په دې ورته وایه به چې د تیرو څو کلونو راهیسې اولین اختر دی چې موږ حکومت او د دولت مخالفینو هغه ورباند سره یې لنډ کړی دی او موږ د خپل اختر خوشحالۍ باندې لمانځو په ډېره خوشحالۍ باندې او په ډېرو ش طریقو باندې لمانځو تر څو د اختر ښه لمانځنه وکړو. فینال کې هم د اختر لمانځنه ده، هم د سولې لمانځنه. ډېره مننه. میخوایم از شما پرسان بکنم دکتر صاحب که عیدتان با دیگه عیدهایتان چی تفاوت داشتون؟ شما گفتین که ما معمولا در عید در ولایت میباشم یادم و امرای فامیل اونجا میباشم. در دی اختر او در اختر اگر تفاوت با دیگه دی چی کل بش خود پولیسوالو که خپل خل بسره یه نوال تا بر اگر خپل فرحل چی بر لرو اگر دخو بسره نال تا وقت چی مر سهر زو بسجد تا زکر پولیسوالو که پاکسر پولیسوالو که آلتا در ادگال بزنی نو کلی سار وقتی بچه تا بلارو در منزد آده که اول سفر روسته بیار طول در کلی خلق سپیجر ریزوانان کشهران طول هم سر یو زکی رو بیا روغبار سرکو و دختر و بارکان سرکو در اغز خور روسته ار سوق پل کور تی وریجی پا خریدی سار اغا وریجی را وریو زی سر فرو در اغز خور در وریجی چی بو خورده جی بیا روسته طول البت در طول کارن رو بسچت کیو بیا در اغز خور روسته در هر کور سخه که چه وچه میوایی که نده میوایی اغا در کور رباسی رازو بسچت بیا چایی سر فرو چی در اغا طول در اغا براسی بکلار شده
د یو ورځ په کورو سره ګرځو، مثلا د یو قریب کور ته ورځو، د مشرانو کور ته ورځو، د اختر مبارکۍ ته ورځو. نو وخت ته مغ خپل اختر کې خپل بسنې کې هغه ډېر خوند ځکه هلته مینه ډېرې چې دلته کابل کې الحمدلله دوستان ډېر دي، خو هغه فرهنګ نشته چې مثلا یا ټول مسجد سره ووځي او ځای خوراک سره وکړي او ځای پسره مثلا چای سره وڅښي، هغه تګ راتګ ډېر کم دی. بسیار خوب، یعنی عید شما متفاوتر از عید ما هست. خب رخسار جان، میشه صحبتهای داشته باشی از عید که عید چگونه امرای فامیل آغاز کردی، در خانه بودی، امرای دوستا بودی، پنتون بودی؟ چون من میفهم مسلین که بیشتر وقت شون در پنتون یا شبخانه می باشن. خب طبعا مسلین مصروف می باشن و عید بسیار زیاد خوب بود خوب می باشن چالا، چون امرای فامیل یک جای می باشیم و مصروفیت های درست زیاد اصلا می تانیم، دوستا را ببینیم و بسیار می تانیم که بریم فامیل دوستا از ببینیم. بسیار خوب است. میشه بگی دپالی ازی که خودت طب میخوانی، معسل طب هستی و یک دکتر بسیار خوب هستی، دارنده چی مصروفیت دیگه داری؟ خب دپالی ازی که من معسل طب هستم، مصروفیت دیگر هم دارم، یک علاقه خاص به ورزش دارم چون بر صحت بسیار زیاد مفید است و بدبخت را در افغانستان خانوما ورزش نمی کنند که خودم یک ورزشکار هستم، مسلکی 6 سال میشه که دارشتی با اسپزانی در تیم میری رکاف می زنم و مسئولیت این که در پولیزی که درست می خوانم، یعنی علاقه بیشتر با اسپزان. بسیار خوب است. مرتضی جان یک رقم خنده میکنم، بهش از اینا پرسان بکنم که دکتر صاحب شما رو کی تشویق کرد به این طب بخونید؟ من یک از حالا که اگه گپ بگویم باز میگن از زمان طفلی باز این نه برنامه خودمانی سازاد است چیز است، یک گپ است که من زمانی که سنف ده مکتب رسیدم و با خود تصمیم گرفتیم که بخیر حالا دیگه سرنوشت ساز شده که چی رو بخونم و به می 3 سال گفتم در پیشوی دارم بررسی کرده برم که باید من چرا انتخاب کنم، اما من به می نتیجه رسیدم و علاقه داشتم از دوران سنف ده به بعد، حالا نگویم که از طفلی بود، بعضی ها میگه که من از طفلی هم مثلا چه ورزش کردن یا مثلا ای چیزا را علاقه داشتم، یا میگه بعضی ها کمی زیاد یک جمله معروف است که میگه که من از طفلی به میخواندن و آواز خواندن از موت نمیشم، اون زمانی که فهمیدیم که حالا ما در سرنوشت رسیدیم در مرحله قرار رو گرفتیم که سرنوشت خود تعیین کنیم که چرا باید بخونیم، ما تصمیم گرفتیم که طب بخونم. خب یعنی فامیل محترم سپورت کرد و یک جهان سپاس تشکر میکنم از اونا که مورد ای را همراهی کردن، یک سرمایه ای را مصرف ما کرده تا ما بتونیم بروز به مردم خود خدمت کنیم. بسیار خوب، چند سال طب گذشته دیگه فیلن در سال پنجم قرار داری فکر کنم؟ سال پنجم است بله، بخیر بعد از یک سمستر درسای ما خلاص میشه و دو سمستر استاج مونده دیگه، بریم بعد از این ببینیم که تخصص چه رقم میشه. چطور گذشت 5 سال؟ بد نبود، 5 سال برای من چون با علاقه شروع کردم فکر میکنم دیروزی بود که شروع شد یا دیروزی بود که سمستر اول، یعنی علاقه زیاد مهم، با علاقه آمدیم و با من چون با علاقه میگم به خاطر که من دست آوردی که در سمستر اول یا دو ورودی که دانشگاه داخل شدیم من با یک دست آوردی داخل شدم و همیت با همین انگیزه به من ایجاد کرد که من باید تلاش کنم، بیشتر تلاش کنم و همین باعث شد که من 5 ساله با کامیابی بیشتر و یک زود سپری شد، اصلا ما یک چیزای آموختیم و امیدوار هستیم که بتونیم روزی تطبیق کرده بتونیم تیوری آموختیم عملی کنیم. بله بسیار خوب، یک شوخی میکنم در کل بیاز کلاگی دکتر صاحب هستم، بله. برنامه بله. خودمانی است، میگن طب مشکل است، شما چی نظر دارین؟ آیا طب مشکل است؟ ما که بزنم؟ نه ما در کل سوال کردیم، هر کس میخواد میتونه صحبت بکنه. مگز میزنم برای مقصد طب، من پیشترم که گفتم کسی که با علاقه بیا اصلا مشکل نیست، انگیزش چی است، با چه انگیزه اومده این مهم است. به نظر خود من فکر میکنم من انگیزه که به من ایجاد شد بر علاوه که دوست داشتم بیایم، من عزیزترین کس از فامیل خود که عزیز دادم و کاری برش نتانستم انجام بدیم، زمانی گرفت تا که موضوع مسئله انتقال بدیم در مرکز یا دسترسی به چیز طبی یا کدام کاری طبی برش انجام بدیم،
دکتران نتونست کاری انجام بده. یه انگیزه بیشتری که به من خلق کرده می بود که من روزی بتونم مثل که پدرم این کار کرده بر مردم ما، من بتونم این راه را جامعه بتونم و مردم ما یک وسیله شدیم. نجات دادن کار خداست، ما یک وسیله شدیم که مردم ما حداقل بتونم و کمک های ابتدایی طبی را داشته باشه که ما برشان فراهم کنیم بتونم انجام بدیم. بسیار خوب. از رخسار جان میشنویم که دوای تو چی نظر داره که اینا نو آغاز کردن تو و چند سمستر میشه که محدود است تو به شروع کردن و آیستاستا میخواین به پله های بلند تو برسن و بالاخره دکتر شون. میخواییم از شما شروع بکنیم که چطور است؟ مشکل است؟ خب سختی خدا داره، چون اگر کسی که علاقه مندی زیاد داشته باشه و ایستاز زیاد داشته باشه میتونم اون آرزویی که دارم اون هدف که داره برسم. خب هم سختی داره و هم یک لذت خاص داره. من خودم عاشق پوهنده خود هستم و وقتی که درس میخوانم زیادتر عاشق‌تر میشم، زیادتر دوست دارم. خب کسی که علاقه داشته باشه طبعا برش آسان. یعنی شما رو کس تشویق کرده بود یا به علاقه خود آمدید؟ خب من تشویق شدم. کی تشویق کرده بود؟ یکی از دوستم تشکر میکنم ازشان، چون من اول رشته کامپیوتر ساینس میخواستم بخوانم و اونا بسیار زیاد من تشویق کردن و من استعدادش داشتم. خودم استعداد خود را یافتم و فهمیدم که من میتونم که یک دکتر لایق شم و از اونا تشکری میکنم. یه انگیزه خاصی به من دادم تا که من بتونم طب انتخاب کنم. بسیار خوب. دکتر صاحب صدیق الله جان، بشنویم اینا در چی میگن وسط قرار دارن که اینا یک کم نصف طب خواندن و نصف دیگهش باقی مانده که ختم بکنن و یک دکتر شون. شما چی نظر دارین برادرای؟ طب مشکل است؟ زنیم به تفاوت نظر لرم چی؟ تیپ سختم دی، آسانم دی. تیپ دیروزی مثلاً تیپ مین ترتیال ریخته به تیپ پنجی سر مینه ولی دی. تیپ وقت ترتیال ریخته بر دیر وقت ترتیال ولی دی. درسود تیپ درسنو کچی ری وقت پدی کدیر بایم دی. آب تشویق بایم دی. زکر تیپ پنجی سخت او غم رنده ده. فقط مطالعه واریا و حجم دیر دی. یعنی دنور پنجی دادرسو سختی حجمی کم نیست. تیپ پنجی ام سخت دنیم حجم دیده. یعنی ساز خرید وحواری. او بل تیپ پنجی مشخص پشولانی که دیر نخواهی دید. آره وقت رسیدیم رسیدگی واریش بعد رسیدگی ور تو کو. نو مشخص داغ نخواهد سخا. سبک واقعی که بعد تیپ وای اگه تیپ کمی نخواهی چی مشکل پیوایت کو لذا. چه مثلاً لگتنی دارتو سه بیشتره ور کرده. چه دیر خالق داشتی دی، یعنی دیر بریزند دیس خبر داشتی وی دیس خبر خوشبین دلاس ور کردی دی، چه اگر دکتر درسی دگین در لوا دل، یعنی که وس مجبورو دنیا خالق وای در افغانستان در تیپ پنزی بی خیلی رسمی شخصی پنزیم دولتیم پارهین دیر دی، خود زاویه ما دادگاه با چندم کسی از مجبوری وارد ارتیا و تلری. تک کتولار سه وس بسند دغدغه‌ای لیر پرتوول سوالیت. تن تک دایس ایتیم دی دکتر پیدا نکه. تک چیز کتولار سه به علمن لیر پرتوول سوالیت. آلتا تک دایس ایم دی دکتر پیدا نکه. ایت پیدا نکه. آلتا کمای نخانهای که تشخیصی کلابراتواری آرتوول بسند دیو نشت فاسقه. یا دایس د فاسقه چقدر فرهنگی دوال بانی غیر مسلکی دوال ذکری اگه بریزند تو کی. او حال داغ نیم نسل تا، او نیم جانشان تا، دیو یه شخص داده یا شگرده داده، چه دی دیر ابدیتی، یعنی خبر معلوماتی ابدیت کردی. چه داخل مرد فراغت خورسته یا مرد نسل فراغت خورسته، و مرد بلاس نکوه چه فقط د د د د مریض اگه مریضی بود که بلکه د مریض جوان دامز برد پیکر کی که مثلا نمیشه و دواعد تطبیق کو، چی بعد مریض تنور توان نرسی. آب آخر کی زم خود دمور آو فلر تخریر من میکنم زیاد تشویق کردم، خود دفامیل تخریر من نکوم، آو خصوصا خود دمشروور تخر دیر من نکوم. من چیز با مالیم ناتالیا کردی آو زی دیتا تشویق کردم، آو زی دیتا مذا کردم. چیز دتی پوزیوم آو خود دیوادوالو خدمت وکرم. از ما و از نه ارمان داری، نمی ارمان پیسی، نمی دولتی، نمی ارمان موقفی. از ما و از نه ارمان داری جز خود خود بتو خدمت وکم، او خود دیو هم وطنه، او خود دیو ایبادوال چون دوش بارم. بسیار خوب. میشه دکتر صاحب بگوین چی کسا میتونن تب بخونن؟ چی بیشه گی داشته بشون؟ یا هر کس میتونه بیاین تب بخونن؟ نه هر کس. من بخیم رو توله چی یا توخ باید لایقه می
معلم لاترن باید ولري يعني هغه باید اقتصادي مشکل لیدونه لري او بل د ټیپوزي سره مينو ولري او بل وخت ولري که چیرې وخت ونه لري د ټیپوزي نسوي وهل دغه د ټیپ د د د ټیپ د ویلو څو بودونه دي که دغه بودونه څوک پوره نه کی که ټیپ وای هغه هم سین نسوي ولري چې باید د اقتصادي بورډ ډیر قوي ځکه مثلا ته د ټیپ یو کتاب چې رانیسه څلور نیم زره پنځه زره افغانۍ رانیسه چاغه تقریبا که ټوک باندې و د یو معلم معاش دی چې ته د سانجه کتاب رانیسه او بل هغه تشبکی بودی بر ډیر قوي د کورنۍ د خاصه باید تشبک سي چې مثلا ته ټیپ ته واڅه ولسه چې ټیپ باید و او بل وخت باید ولري وخت د ټیپ په ځای سره زه د اعتماد درکوم یو ډیر جزئي کار بغیر له سپورت ورزش څخه کاغذ بر د سیاحت لپاره دغه څخه چاره نه لرو نور هیڅ کار کول د ټیپ پونځي سره نه کیږي او څوک چې نور مصرفیتونه د ټیپ پونځي سره لري دا په دې معنا چې هغه سي ډاکټر جوړېدل نه غواړي او نه م جوړېږي اطمینان وکړو بدون شک خب میشه از دکتر صاحب رخصار جان بشنویم به خاطر نظریات مختلف پس میشه اینام بگن یک شخص چی میشه که داشته باشه که بیاید طب بخونه یا هر کس به نحو بیاید طب بخونه میشه؟ خب در قدم اول کسی که میخواید طب بخونه اول امون استعداد خود ببینه که در چی استعداد داره آیا پیش برده میتونه یا نمیتونه چون حجمش زیاد است و با وقت زیاد ضرورت داره خب ببینه استعداد خود ببینه یعنی طبعا شاگرده تو کوئیت لایق باشن یعنی لایق باشن باید بیاین طب بخونن خب گفت اون نیست که باید لایق باشه استعداد خود ببینه که پیش برده میتونه یا نمیتونه اگر استعداد شده داشت طبعا یعنی برمیگن باز به اون شوق علاقه ای که یک شخص داشته باشه بعد اون بزرگ داشته بله بله شوق علاقه که داشت یا باز بخونه بله شوق علاقه که داشت طبعا کوشش میکنه تلاش میکنه تا به هدف خود برسه و بتونه که یک دکتر خوب در آینده باشه بسیار خوب دکتر صاحب مرتضی جان چی نظر داره؟ به نظر من به عقیده هستم که کسی که میخواد طب بخونه یا یک ویژگی خاصی نیاز ندارم فقط این اهمیت داشته باشه اهمیت برای من به نظر من اهمیت داره که بتونه این ادامه بده و بتونه ختمش کنه و بتونه کاری از دستش بیاره برای بسیار خوب میشه مرتضی جان بگویی که در این 5 سال چی مشکلات دیدی و چی آموختی؟ مشکلات در افغانستان هست در کل مقصد در طب خواندن هم هست مشکلات خاصی که من خود جانم باش روبرو شدیم چون ما از ولایت آمدیم با زبان آشنایی نداشتیم به زبان انگلیسی و اونجا دسترسی نداشتیم بر خود من انگلیسی خواندن یک نوع مشکل بود که من خوشبختانه تلاش کردم فعلا میتونم بخوانم و میتونم مشکل خود رفع کنم یکانه بزرگترین استراتژی که در مقابل من قرار گرفت همین بود که موفقانه حل کردم و میتونم تکست بوک ها بخوانم مشکلات چون تیب نیاز داره به انگلیسی خواندن و من از طریق تلویزیون شما پیام خودم میرسم به کسایی که در ولایت هستن و تصمیم دارن بیاین در تیب بخونه و نیاز داره به انگلیسی و انگلیسی رو باید بخونه به هر جایی که هر چه هر طریق که میشه باید انگلیسی بخونه بسیار خوب امین نظر من پرسان نکردین من اینجا مانده دلم که باید بگویم چون که اما ایتون نظریات متفاوت داشتین ولی ما میخوایم بگویم کسایی که میخواید صد بخوانه یک ارادی قوی داشته باشه اعتماد به نفس خیلی بلند داشته باشه و از همه مهمتر بیای اراده بکنه تصمیم بگیره و پابند امو موضوعی که انتخاب کرده باشه به با این که بتونه طب بخوانه باید یک شخص باشه که هست شروعی که شروع میکنه با دلچسپی با علاقه شروع بکنه و تا آخرم که ختم میشه به مو ادامه بده و ما قسم پیش بره نظر ما چطور بود؟ عالی بود شما موافق هستید؟ بسیار خوب میشه از شما یک خاطری جالب بشنوم اسنا جان که در طول امی چند سمستر که خودت طب شروع کردی و طب هم میخوانی چی خاطری جالب داری از جریان درس هایت با ما میشه قصه بکنی از جریان شفاخانه میشه با ما قصه بکنی خب هر روز که نداره خودش یک خاطر است امی که امرای سنسیایی مستم امرای دوستایی مستم یک جایی میشینیم درس میخوانیم امی بر ما یک خاطری خوش است بسیار خوب از برادر ما پرسان میکنیم خوش دارین که دایید مهمان خانی تون بیای یا شما مهمان ترین جایی نو مهمان خو اگر پیسلا بر رای و مهمان دخدای مهمانی مهمان چند تک ارکور ترای سلطه خوشحالیه که بوش کوته راسیم خوشحالی او که بچا کوته بلار شو ډیر خوشحالی زه کنه ته مسلیت دی بچا کوته چې لار څه فقط خوراک کوس شاکر او ګستا کوته راسی ته مجبور راځه هغه ته به امدګی نهسته
خو په موږ کې دواړه شخن کې تګ را تګ ډېر شخن کې هغه پښتو کې خبره ده وایي مینه په تور تلل زیاتېږي کله راځه کله به زه درځم مینه نو دا خبره ده نه کله دا هر څونه چې تګ را تګ ډېر وي هغو نه هغه مینه خلص زیاتېږي او هغه سره نږدې کېږي نو په دواړو باندې خوشحاله یم خو ډېر په دې خوشحاله یم چې بل چا کره ولاړ شم ایره هم اگه میخواین و ات یه گپ است که میتوک است و وقت دیر است و باید تمام وقت به این تخصیص بکنی و طب بخونی، درس بخونی، شفاره کار بکنی. دکتر صف مرتضی جان که هستن از اونا کم پیش است، یعنی سال پنجم است، از اونا زیادتر سوال میکنم. ای که در طول پنج سال چی خاطری جالب داری از جریان شفخانه، از جریان لکچرهایی که در صف داشتین، از استادا و یا از اید یک خاطری جالب تمام قصه بکن؟ خاطرات زیاد است. من در اید اکثرا من در اولسوالی بودم، از کابل سفر کردم و با بچه ها زیاد خوش داشتم. مقصد ما خاطر جالب که در دوران پنج سمستر داشتیم امی بود که ما یک روز معلم جشن گرفتیم اینجا، تنها من خبر داشتیم و نماینده سیمی و من آمادگی ها رو گرفته بودم خودم شخصا و هماهنگ کرده بودم با نماینده. صبح که آمدیم او فکر کرده بود که من کیکم گرفتم و جوز گرفتم چیز هست، فقط خبر نداشت من تانو با یک شاخ گل که مزین کرده بودم خودم جور کرده بودم با او آمده بودم. وقتی که ما استادا رو دعوت کردیم از هر سین یعنی تایم معین میشت، باز من فقط همسینتا رو خواستم سه چهار نفر رو گفتم همی گل هر کسی که من خواستم بیا با استادا بتم. و جالبش در اینجا بود که خود من یک گل گرفته بودم که با مستاد بیتم که بسیار مرا دوستش دارم، بسیار مرا حمایت کرد در جلیان درس ها و بسیار همیشه مرا که میبینه هم سپورت میکنه، حمایت میکنه و روی طریقه توابط نشان میده. او را من اشتباهن کسی که میخواستم بیتم، متاسفانه من یک زمان میبینیم که زیاد زیر تاثیر رفته بودم برنامه، چون بچه ها از دیگه سمسترام آمده بود. وقتی همی گله که دادم دیدیم که استاد اشتباه گل دادم، پس اون از استاد گرفته گله پس به استاد دیگه دادم، گفتم استاد شما قرض باشه پس روز دیگه پس برکنم. نه استاد همشون قابل احترام هستن، قابل قدر هستن، اینا که هستن افتخار ما هستن و از همینجا میخوایم برشون اید تبریکی بتون و اونا هستن که ما اینجا رسیدیم و امروز هر کسی که هستیم امروز هر جایی که رسیدیم با کمک از اونا بوده، با همکاری از اونا بوده که ما اینجا رسیدیم. یعنی خودت که یک دکتر صرف میشی از برکت استادایی بوده که زحمت کشیدن و خودت تا اینجا رساندن. و بشه که درباره خوبی های طب بگوین که شما که طب میخواین بخوانین داینده، میخواین که دکتر چی شوین و چقدر میخواین که به مردم خدمت بکنین، یعنی کدام رشته زیاد دوست دارین؟ من خود جانم که زیاد علاقه دارم، چیزی که بسیار درکش میکنم و منطقش را میفهمم و خودم در این مسیر خود راحت احساس میکنم، میتونم یعنی از خود امید دارم که میتونم در این مسیر خدمت بکنم. بخش چشم است که انشاءالله تخصص بگیرم و بتونم که به مردم خود، یعنی میخواین دکتر چشم شد؟ من میخواین دکتر چشم شد. حیده امروی شما خود دیدیم به خاطر کلگی مشکل چشم پیدا کرده. اول دعا میکنیم که کسی مشکل چشم پیدا نکنه، خب بازم اگر بودین من اصلا در خدمت هستم. آها خیلی میشه از شما پرسان بکنم ادفم از شوخی است، شما خودتان مشکل چشم دارین که اینکه پیشیدین؟ نه من بخاطر به اصطلاح بعض من یک یا از اسطایل پیشیدین؟ نه از اسطایل هم نیست، یک اصطلاحی که حساسیت با آفتاب دارم و در مقابل نور یکم حساس دارم. خیلی شما که در بیرون دارین اینکه رنگش تغییر میکنه بخاطر آفتابت؟ بله زیده آفتاب. شوخی بود. میخوام پرسان بکنم مسید قلا جان که کدام به مزامین زیادتر دوست دارن بخوانن از مزامینی که شما میخوانین، کدام چه زیاد علاقه مند هستین برش؟ نو دا تیب دیر مزامین دی ار مزبین جلازان شایست بری او جلازان تا این لار بزبن خان جلاد هم دادی. نو زما آناتومی میخواد شده. زک پری کلینیکی هم تراوسه. کلینیک تراوس نیست دیگه. او فیزیولوژی میاد رفته شده. آن کام سر دارم. دیمبرالوژی سر میاد رفته کادر لو دل. او بیشیمی سر میاد من آکادر دیر دادن. زک بیشیمی سر اکثر لخالا گالا کنن. نه سر دروغ نگوین که باز ما پسند میکنی. بیشتر نه که پدیه خاطر چی
هر مزمن چې تاته یو ښه استاد در کړي یو قابل استاد در کړي چې پر هغه خپل مضمون قابلیت ولري او د هغه مضمون په خوند هغه محصل څوک پوهېږي کنی د بشي نسخه زبانې ښه ډېر ښه نظم اصله خوشبختانه اوس یو ډېر د څراغ ټول ښه استادان دي خو دا د بشي استاد اوس نوی راغلی دي هغه د بشي په خوند باندې موږ پوه کړي یو اناټومي هم دغسې ده فزیولوژي هم دغسې ده امبریولوژي هم دغسې ده این اکثر رو دیر مزامین سر رو مبصران آقا علاقه چی ده سلف ساز ده خود زنی مزامین سر پینزوز پسادش پتی پساد ده که آقا دومر مهم هم نیمه تبابت که بسیار خوب. خب ببینید آقای عزیز گپای جالب و دیدنی بخشای دیدنی دیگه هم داریم ولی میخوایم که قبل از اینکه وقفه بریم از رخسار جان پرسان بکنیم چون ایدی یک دختر خانم با دیگرها فرق میکنه فعلا میان برنامه میگیریم بعد از میان برنامه گپا و صحبت خود شما داشته باشیم که ایدی یک دختر خانم چگونه است فطر روز چیدن میوه‌های شاداب استجابت است مبارک بازم تک تک کسایی که بیننده برنامه مسیر صحت هستند برایشان عید از صمیم قلب تبریک میگم امید است که عید خوب خوش آغاز کرده باشند کنار فامیل خود باشند بازم میمانای بسیار خوب ما با ما هستند و قبل از وقفه گفتم که عید دختر خانم ما فرق میکنه میریم از رخسار جان بشنویم که دختر خانم چگونه عید آغاز میکنه و چه قسم یک عید میخواهد خوب به قدم اول یک دفتر خانم که مسئولیت خانه را گردن نشست امو میوه ها را میچینه و منظم میکنه و دیگه با دیگه امروز با پسرها که خلق داره همیست که ما جنجال ما زیادتر است با یک جوره دو جوره لباس قناعت نداری و مصرف ما زیادتر است و از آقایان یا پسران از اونا بهتر است یک جوره لباس از اون یک جوره هر جای میرد و دیگه اونا به هم هستن دختر که مسئولیت چایدن کردن و میوه و میماندنی مسئولیتش بگردن ما خانم بسیار خوب میخوایم پرسان بکنم چند جوره لباس به اید گرفتی؟ من سه جوره امرایش دیگه لباسم ختم من گفتی گفتر خانم در لباس نمیگیرم بله خیلی کردی؟ نه دخترها زیاد دوست دارن در عید خینه بکنن خودت چرا خینه نکردی؟ خودم دوست ندارم چون پانتو میرم بعض جای رسمی بز خینه قدار به نظر من البته تو مناسب معلوم نمیشه که به جای رسمی دست یعنی دخترها به خینه علاقه من نیستن طبعا در کل دخترها بسیار مصروف میباشن قدار به پیشن و زیاد علاقه ندارن چون وقتشان ندارن بسیار خوبه شما گفتین که پسرها کمتر جنجال دارن بریم از پسرها بشنویم که اینا چی گفتنی دارن آیا جنجال کمتر دارن آیا یک جور لباس میگیرن یا سه جور مرتضی جان خودت چند جور لباس گرفتی؟ من اولا یک جور رخ گرفتیم خب مقصد اگر بچه ها اگر زیادگان مجرد باشن و اونایی که متحیل نیست متحیل هستن که مسئله شون جداست اونایی که مجرد هستن اونا خو میخواید که مقبول تر معلوم شوه یعنی به یک جور لباس به یک جور لباس فعلا برعکس شده به نظر من با دختر صاحب موافق نیستم و ما شاید بیشتر لباس بگیریم و بچه هم خوش داره که مقبول معلوم شوه یعنی شما هم دهی سه جوره لباس گرفتید؟ نه ما سه جوره نمیگیریم مقصد میگیریم یک دو دونه میگیریم خب ما سه تا شما کردید بازم از دختران شما کردن بچه بیشتر شد بچه ها بیشتر چون مسئولیت آینده هم داره با آینده فکر میکنه پولار زخرم میکنه چون یک کسی قرار است بیاید یعنی دختران که هستن با آینده فکر نمیکنن میکنن اما زیاد میگه هست یک کسی که مسئولیت پول جمع کردن در وقتی شد از این خاطر داری من از خاطر میگم که اینا از خاطر جمع هستن ما باید ذخیره کنیم که یک روز یک کسی منتظر شد اصلا هستیم که میای اون مصرف خب یعنی شما میگین ذخیره کردین که کس منتظر تا نست که با زندگیش آباد بسازین بله. و با اون مصرف میکنه پیش از لباس بگیره بله اون زندگی رو مصرف او که ما که هر قدر جمع کنیم وقتی که اومد مصرف میکنم بیشتر از این ما آمادگی رو میگیم یعنی میگین خانم ما زیادتر مصرف زیاد میکنن زیاد مصرف میکنن نه خیر آقایان اولی کارا میکنن خب کم استثناء وجود داره ما مرات نمیکنیم مقصد بیشتر این بچه ها در فکر از این است که باش آینده چطور میشه که یک نفر قرار است مصرف مگه من با این گپتون موافق نیستم خب مطمئن هستم که موافق نیستم چون شما هیچ وقت کسی میگردم مسئله است که دو خود تروش نمیگرد یعنی
نه هدفی نیست، هدفی است که همه کس با این خود فکر میکنن. به خاطر موافق نیستم شما میگین پسرا فکر میکنن که ما پول جمع بکنیم یا با این فکر بکنیم که کس در زندگی ما به زندگی در آباد بسازه، ولی یک دختر خانم با این خود فکر میکنه نه تنها کل چیز یک چیز شده نمیتونه. و این چیز قبول هستم رای ما با بله شما را با شما موافق هستم و اما ما از این لحاظ گفتم که اینا به خاطر دیگه چیزا را با این فکر میکنن، به دلیل اینکه فکر کردن به پول در آینده در فکرشون نیست، میگه پول میآید ما خاطر ما جمع خانم ها که هستن دست باز دارن میخواین مصرف بکنن میخواین شاید بتونیم از این طریق شاید بتونیم از این طریق شما توجیه کنین همی حقیقت هست من موافق نیستم خب خیلی باش که از اینا بشنویم اینا دو نظر متفاوت میباشه شما چی میگین دکتر صاحب آیا هم تو دستن خانم ها زد در اشتاب سر موافق کنم وس الکرات رنجن وس دیر سنگار کې مې مصرف دی او کله وس دیر کې د درې جوړې کړې نو څلور جوړې کړې نو د وس د الکان د مثلا درې جوړې څلور جوړې کړې څه ولا یو بوت دوی راځي چې دومره قیمت دی چې د انجن دوی جوړې کړې په کې ده مثلا یو اسکټ جوړې یو اني مصرف ډیر دی په خپل هغه څه وایي چې مثلا نجونو به تر الکان مصارف ډېر کول خو اوس الکان هم ډېر اثر شوي دي خصوصا د کابل الکان مصارف یې ډېر دي او سینګار یې هم ډېر دي او مصرف هم ډېر اینا هم زیات مصرف میکنه میخوایم به هر لباس خود یک جوره بوت بگیرن با همش برند میباشه همون برند میباشه بسیار خب وقتی که زمان عید می باشد در ذهن آدم اون چیزی که میرسه عیدی است. امروز شما میمان آمدین طبعا به ما عیدی ما آوردین. میخوایم از مرتضی جان شروع بکنیم که در زندگی خوش داری که به کی عیدی بدی؟ ما در زندگی در کل تا فعلا به عیدی ندادیم عیدی گرفتیم مازی به بعد تصمیم دارم کسی را که عیدی بدیم بچه های اول خورترک های خانه است در زمین گرش پدر آدم میتر و اونا مقصد من دوست دارم که با اگر کم باشم با اونا ایدی بیتم چون یک خوشی از اونا را ای امیدی دادن زیاد میکنه و اطفال هر قدر خوش باشه آدم ولی متوجه باشین اطفال نه که اونا را که ایدی بیتین خوشتر میشن مثل که من میخوایم روز از شما ایدی بگیرم هر کس ایدی بگیرم از رخصار جان میشنیم رخصار جان کی برات ایدی داده تاله در ایدا و چقدر بوده؟ در افغانستان طبعا مثل یک رسم رواج است که برای اطفال ایدی میتر و بزرگان نمیتر من هر یک پدر جانم دارم ایدی میتر و اقدر زیاد هم ندادم خواهد اقل ایدی خوب بوده بله یعنی بله از چیزمو چه میگنش میگن کم بسید در کس با شما ولی یک امو ایدی بودم شما بیدی قبولش بکنین دکتر صاحب شما به کسی ایدی دادین ساله یا ایدی گرفتین امو در اختر بیانه ارتوائیم سیدی ورته بل د اختر میله ورته وایي دا د اختر میله هم مثلا د کور کې مشران د مشرانو ورونو څخه د پلار څخه له هغو څخه میله وخورم د اختر میله وخورم او د ځان څخه کشران کشرانو خوندو د کشرانو ورونو او وراره وریرو دوی ته ورکوو چون هغه زموږ فامیلونه هم ډېر غټ دي تقریبا زه زما فامیل څلېرویشت نفره دی نو هغه زموږ د اختر میلې وو د هغه ډېرې نو خوښ مې دا دی چې مثلا د مشرانو د مشر ورور څخه د پلار څخه دا اختر میله واخلم او کشران ورونو او کشران خوندو ته د اختر میله واخلم او ډیر خوند راکوي دغه ډیر ښه رسم رواج دی د افغانانو دا یو دا فصل کې از بر افتخارات دی چې دا باید موږ ژوندي وساتو راستی هم که یک لذت خود داره یک کس که برات ایدی میته یک ایس خوشی بر اطراف میته اینا از جمع شما سه نفر به من اول ایدی میته ما ایدی میتو مقصد ایدی ما فعلا پیش ما ما میخوام پیش دیده ها بتی بخاطر اینکه واسه یعنی ما نمیخوایم کی را آم بسازم نه این خود مسئله هم ساختن نیست ای است ایدی هر کس میگیره فقط ما خب ایدی میتا باز سوی تفاهم نشه ما ایدی خاص گرفتم براتون دستین که اومدم بخیر برات نه خیر ما میخوام اینجا پیش روی کامرا یعنی برام بتی اول اگر بتی من یک درپا بیشتر ندارم به جای او مای گاد نه درپا که هست بسیار ایدی زیاد است ما میخوایم کمتر از او برام کمتر از او یک پنج رو پگی است دیگه افغانستان یکی دیدید بازم دختر خانواده ایجا پیش هستن ما بازم با این دفعه فکر کردیم شما با این دفعه فکر کردم امروز زندگی تو انسان میکنی فقط شوخی میکنم خفه نشین خب رخسار جان خودت به ما چی ایدی میتی؟ خب من مهمان شما هستم شما باید بر من ایدی بتیم خب همه چیزا پیش روی تان هست میتونین استفاده بکنین خب قرص باشه خب بعد از برنامه اتما بیننده های عزیز از اینا ایدی میگیرم دکتر صاحب شما خب انشالله لطف میکنین کلان همشون هستین
زخه په بشروالي او کشروالي په تاسو په ستر کې مرما ده لوړ دی نو زه پر تاسو باندې کله نه مشه ماته یې جرا کې تاسو پر ما نه لري زه تاسو په اخیری کال دی درم کال دی نو زه نه تاسو ته د تاسو نه نه تاسو ته تر ما بشرای زه څه خبر نه باندې نو که شما کلان هستین باید به ما ایدی بتین خیر بیا ورس خبرونه ته بیا لاکو اگر یې به نه شه څنګه درته بس کې به هم کمرې کې وکړه خلک به وای ګوره دا شته چې دا خلک به سایه جنې پاتس چې شی ورته راوړي خب اگر میره بچین مردم زیات برشان چه میگن آیا جان انگیز هست و یا برشان جالب تمام میشه شما اینجا دی میتین تا پشت خود کس شما رو نمیبینه زو زو هم که دا اینجا در دو کو وسه هغه به جنې چې ګوره چې شی ورته راوړي پی سی به راوړي کالی به راوړي چې شی راوړي خیر اس مو یو خدای چیزو نه یم فول سعید چې نو ورس راوړي فول اس او کوس مو یی ورته لږه خلک پوښ دا دغه شی ورکه هغه هیجان های جنی که دل زیر باشه این آقا فرد است جاقه ایره هستی چیشی بیورت را اولی خب یعنی ایدی دکتر صاحب گفته نمیتونه مقصد گفتانه گرفتم دکتر صاحب گفته نمیتونه این باینده فکر میکنه نه خیلی این هست شما که بیا بگم که دو هیچ مصرف نمیشه همون بهتر است که مصرف کنین در جایش پول جدید میاد دقیقا من امروی رخصاده مصرف هستم امروز تا زندگی بکو آینده را خدا مهربان است خدا خب بیشک مهربان است اما خدا چه زمان مهربان است خب بدون شک خدا مهربان است اما آینده را یک استراتژی بهش داشته باشیم اگر پول جمع نکنیم امتبانیم بچه ها از طرف مصرف کنه دختر ها از طرف کی جمع کنه باز بچه ها باید جمع کنه دختر ها مصرف کنه یعنی شما پول ترجیح میتونیم که همه چیز هست در شرایط فعلی کسی که میگه پول اهمیت نداره من موافق نیستم میگم دروغ میگم من مطمئن نیستم من میفهم شما چرا این گپ هم میزنیم شما میفهمید بله من میفهمم اما من مطمئن هستم که باید پول نباشه ایدی چیزی دیگه باشه خب خیلی چی ایدی میتید برمان؟ یک چیز توفه بگیریم بده خب اینالا خب باز اگر در جریان بنا هم یاردین بنا هم یه دادین ایدی من بسیار خوب میشه من عجله آمدم متاسفانه جا مونده مقصد گرفتم جور کردم ولی یادتان باشه که من مثل یه هر سمستری که به شما ایدی دادم این دفعه به شما ایدی میتیم گذشتار یادت رو بده که دکتر صاحب مرتضی جام لطف کردن همیشه ایدی دادن ولی به اید من نمیفهم چرا تیر خودم میارن ولی بعد از برنامه از شان ایدی میگیرم بسیار خوب میشه که درباره پلانای بعد از ایدتان صحبت های داشته باشین دکتر صاحب میفهم شما خیلی مصروف هستین و درس خوان هستین و طب مسلکی است که باید همیشه وقت تا صرف بکنی و زیادتر وقت تا تابو بگذاری درس بخونی شبخانه کار بکنی میشه که از رخصار جان آغاز بکنیم که پلانای بعد از این چی است رخصار جان؟ خب پلانای بعد از این انشالله که برای عملی در شبخانه امنیت میرم رمضان نشد این درس هم بسیار زیاد سخیل بود امتحان های من بود نمیشد و انشالله بعد از این پلان هم است که من بر عملی سمستر سی هستم و از این حال من عملی شروع کنم و بتونم داینده یک دکتر موفق آها میفهمین گفت جالب چی است که تصادف همی امتحانه در بین رمضان ها آمد و عید ما را خراب کرد چون که رمضان بود امتحانان بود و ما درستر نتونستیم آمادگی بگیریم به عید و عید خوبتر تجلیل بکنیم اما رمضان بسیار بهترین رمضان بود در طول زندگی بهترین رمضان بود چون هوا سرد بود و باران بود و بسیار زیاد خوب گذشت اصلا تشنگی و گرسنگی هیچ کس نکردم یک کم فشار درس ها بود خب او یک چیز هست دیگه یک مسئله تو باید اوقدر فشارات در مقابلش توانایی داشته باشه دکتر صاحب شما پلانه بعد از ایدتان چی هست؟ نو اغاز نو رو د اختر څخه وروسته پلانونه مو دغه چې خپل زړه پلانونه بر تر اجازه کوزه کې ده روزه کې هغه انسان سیستم مکمل تغییر کی ځکه پښتمه يم دی او سحری چې کوه هغه مثلا بر هغه درس ویلو وخت چې په نور میاشتو د روزه د میاشتې فرق کی د روزه به میاشت کې بعد د ورځې ډیر بده سو تر څو روزه راوځي ورته نسی او در وجود خبرسته با کوشش بکو چی درسونه چون تیب دیر سختی درس دیر غواری اگه مش 15 ساعت سلور ساعت با خوب چکو اگه دشپیه که دورز خوب بونو که دورز درس وای او دشپیه خوب بکو پروژه که برکس دیو دورز بوم خوب که و دشپیه بوم درس وای فقط با اگه خپل پیسلا اگه خپل دکس موقعات فقط تبدیل کو او ډیر وخت هم نیسه ځکه د انسان هغه عادت چې پلاوه نیسه چې د خوب عادت و د درس ویلو عادت مغه پلاس بر شل به زیاد میاش بنی بیا ولی یک مسئله چه اگر رمضان باشه نباشه او از طرف شب بیدار است نو خود زاد دیگه خبر سر دیر موافق نه من از که واسه دقت تیب نمیتونم نه دختره ده
هغه انسان چې ډیر حفظ کولای شي هغه د شپې تر دولس بجو پورې نو د شپې تر دولس یوې بجې څخه وروسته یو شپه ته کېدل هغه خپله د انسان صحت ته تاوان دی. لکه یعنی هغه څه باید موږ وکړو چې هم زموږ آیندې ته ګټه ولري او زموږ صحت هلته په خطر کې وانهچو. که د دې پر ځای چې د شپې درس ووایي هغه درس د ورځې ووایو هېڅ مشکل نه لري. د شپې خوب وکړو، استراحت وکړو او تر څو سبا ورځې ته آماده سو پوهنتون ته مثلا که ته د شپې تر ناوخته پورې ویښ پاتې شې مطالعه وکړې ته چې سبا سیم ته راځې ته نرمن نه ځکه خسته د دماغ خسته شوی نو زه وایم باید د شپې خوب وکړو، سهار ښه فرش پوهنتون ته راسو تر څو ښه زده کړه وکړو او د استاد چې هغه فهم ته هم ښه صورت ونیسي او دورز بیا درس وای. ولی یک پاستا طب که هست یک مسئله که هست که واقعا مشکلات خود داره، ولی میارزه به اینکه زمانی که تو فارغ میشی میتونی که کار بکنی، شبخانه به مردم باشی، یعنی خدمت بکنی، یعنی جدا از رشته های دیگه شخصی که طب میخونه اوقدر زیاد بیکار نمیمونه، چون میتونه خودش یک ماینه خانه باز بکنه یا بره در شبخانه کار بکنه یا یک چی میگنش دواخانه باز بکنه اونجا خدمت بکنه. من این از هر طریقه میتونه به مردم خود خدمت بکنه. آیا موافق هستی؟ بله وز موافقم. خود زده دی خبر سر دیر موافقم نه که څوک برشته و یا غته بعد وظیفه پیدا کی. مثلا که څوک ډاکټر سی غته بعد اتمن په شفخانه کې وظیفه پیدا کی، څوک انجینر سی غته بعد اتمن مثلا پوزه چشتازی کې وظیفه په شروالې کې وظیفه پیدا کی. علم علم دی که چیرې غواړو مشتسته دغه علم د علم خپل د هلم د اصلولو هدف یوازې دا ونه ټکو چې موږ پیسې وګټو موقف اوس که زه ډاکټر سم که چې پوهنځي ووایم سبا زه لاړ سم که بیخي ماته وظیفه پیدا نه سي مثلا زه بزګر سم دهقان سم ماته مشکل نشته ځکه زما علم زما سره دی. خلک چې عزت کوي هغه زما د علم عزت کوي. که زه ډاکټر یم که خلکو زما احترام کوي خلکو زما عزت کوي هغه زما د علم په خاطر. که چیرې زه دهقان هم ووسم خلق زما احترام کوي چې ولاده سړی ډاکټر دی زما د علم احترام کوي. او که چیرې زموږ هدف یوازې دا د هدف مو ډېر ناکام وي او دا بیا هغه بشته خپل هغه د هېوادولۍ او هغه هېوادنۍ مسولیت هم نسو ادا کولی او خپل هغه اسلامي مسولیت هم نسو ادا کولی چې که مثلا زه ډاکټر واوسم باید زه اتمن په وظیفه سم اتمن باید زه ډېر مریضان ولرم. زموږ د علم د حاصلولو او زموږ د تعلیم هدف باید دا وي چې خلکو ته خدمت وکړو د هغه علم نورو ته انتقال وکړو انتقال کړو او د هغه تر څنګ هغه زموږ لږ فکر باید پر دې چې خپل اولادو ته خپل فامیل ته روزي وګټو او پیسې په لاس راوړو. بسیار خوب است، بسیار گپای خوب است دکتر صاحب. ولی یکی تا میخوایم که پرسان بکنم، یعنی هم وطنه و به این باور هستن میگن زندگی یک دکتر یا در کل یک کسی که طب میخوانه خیلی مختلف است با افراد عادی، یعنی تفاوتش همیشه بشنوم از شما. خو زه وایم دغه تر ټولو مثلا په ټول هېواد کې یو خو رئیس جمهورو غټ خلک چې د هغو مسلحت ډېر دی، خو زه وایم هغه ستړی خسته ترینه او په اصطلاح بدترین به نه ورته وایم هغه ستړی ترینه ژوند ډاکټر دی. ځکه کېدای شي په لس اخترو کې ته دوه اختر هم کور ته نه کېدې، په لس جمعو کې په لس شپو مثلا هفته اووه شپې ده په څلور شپې ته به په شفخانه کې یاست. نو خو د ژوند خوند دا دی چې ته خپل د فامیل سره ووځې، ته خپل د ملګرو سره ووځې، ته ووځې ورسره کښېنې د شپې کور ته راسي د ورځې خپل د فامیل سره تعلقات ولري. خو ډاکټر دغه هر څه د لاسه ورکړي دي. مثلا د ډاکټر ژوند د دې پر ځای چې د فامیل سره تېر شي د ژوند څخه خوند واخلي، دوی خپل ژوند ټول د مریضان سره تېرېږي. مریضان خو موږ تاسو معلومیږي چې مثلا د اکثرو ژر عصباني کېږم او په ډاکټران باندې ژر په قهر کېږم. نو زه وایم د ډاکټر ژوند متفاوت د نورو ټولنې څخه د ټولنې د نورو افرادو څخه. خو دا مواله سمه چې د ډاکټر ژوند ډیر ستړی دی او ډیر خراب دی د ټولنې د نور افرادو سره، جامې د نور غړو سره چې نور مسلکونه چې دي هغه تفریح لري. مثلا هغه کولی شي چې د ملګرو سره کښېني، فامیل سره. خو ډاکټر دا هر څه د لاسه ورکړي دي او خپل ژوند یې د خلکو د ژوند لپاره، د خلکو د ژوند د ساتلو لپاره وقف کړی. بسیار خوب است گپاخ از شما شنیدیم. بیایی که از مرتضی جان پرسان بکنیم چون اینا خلاص میکنن. آیا در مدت همه قدر وقتی که بود، همی سالهایی که گذشته، تو همی چیزهایی که دکتر سر ذکر کردن احساس کردیم؟ بله. احساس کردی در زندگی تجربه کردی چقدرش بتونستی که حل بکنی؟ دکتر سر یک چیز رو بسیار بجا گفت که ما وقتی که کسی که طب میخوانه
بسیار مصروف است و در ضمن وقت با دوستا و فامیل نداره. من بچه هم دوران مکتب که 12 سال با هم بودیم همیشه که یکان دفعه از طریق فیسبوک با هم در تماس میشیم، میگه که تو فعلا تو خلاص نکرده خود از سر ما دکتر میکنی. یعنی من گفتم چرا هم گفت، یعنی وانمود میکنی که دکتر شده خیلی مصروف هستی، اصلا نوال میگیری نمیای یک دفعه اتاق یک خانه یک سر بزن، یا بریم یکان شب بشینیم گپ بزنیم قصه کنیم از گذشته ها بگوییم که در کجا بودیم در کجا رسیدیم. اما اینمی فرصت نشده باور کن که بشینیم با هم قصه کنیم. من 3 سال میشه 4 سال میشه از اونا دور هستم. استثناء هن یکان تا یکان بچه ها دیده باشیم که از دوستایی که از هم سنفی های دوران مکتب یکان دفعه سر خورده باشیم یا یکان دفعه ویدیو کال صحبت کرده باشیم دیگه. یعنی در کار بازم دور شدین از دوستا باستو خواندن. ولی دکتر صاحب شما شنیدین این حالا شما از دوستاتون دور میشین چی نظر دارین؟ آیا بخواین ادامه بدین؟ دور شدین؟ بله یا دور شدین چون بسیار زیاد سنگین است و بر خانم بسیار زیاد سخت است چون وقتی که عروسی میکنن ازدواج میکنن طفل دار میشن بر طفلشان بسیار زیاد سخت است چون مجبور هستن در شفاخانه باشن و یا که نوکری میمونن تمامش اونجا باشن مجبور هستن که طفلشان در خانه بشه اصلا یکی از عضو فامیلشان بمونن بسیار زیاد سخت است بر خانم. بسیار خوب است. میخوام پرسان بکنم از خودت رخصار جان، اگر طب نمیخواندی کدام رشته را دوست داشتی بخوانی و دمو به مردم خدمت بکنی از امو هست؟ خوب اگر طب نمیخواندم کامپیوتر ساینس بخش سافت انجینیری بسیار زیاد علاقه داشتم بسیار زیاد و نشد نصیب قسمت نبود. با وجودی که زیاد علاقه من بودی بلیم. چی مشکل پیش شد؟ خب من پوانتون امریکایا یک سمستر اینجا رفتم، بعد از یک عمله شد بعد از او بازمو یک کم فکرهای ما را بسیار مخشوش کرد و فامیلم یک کم به تشویش شد. باز یه لطفا مندی پیش از تب خواندن بودی یا بعد از پیش از پیش از تب خواندن بودی؟ بله و فعلا عاشق تب هستم و عاشق رشته خود هستم. میخواین دکتر چی شوین دارین؟ از من استوماتولوژیست استوماتولوگ هستم دکتر دندان نگه تبا یعنی امرای پلاس میگیرین دندان نخیر جنجال ما فکر کنم خود در کل تب سخت است جنجال ما زیادتر است چون اگر مریض زیاد باشه مجبور هستیم که خصوصا ما دوری پرکتیک است استاد میشیم از صبح میبینیم و یا که سر مریضا یک ذره وارد شویم تطبیق میکنیم بسیار زیاد خفا میشیم. تا نه کدام دندان کسی کشیدیم؟ نه خیر دندان دست شدیم تاله؟ بله امی که سماتوزیچی را خواندم یاد تبه بگم به اطلاع شروع کردم یک دندان من بسیار شدید دم گرفت و می برم بسیار خوب شد که از دل مریض خود بیایم بفهمم که چقدر و بسیار درد شدید است. درد مریض را باید احساس کرد تا من یک شوخی بکنم اجازه باشه با دکتر سیب به این بیشتر فکر کرده ما که یک شوخی بچه ها میکرده و این دستین میگفت که بچه شا اگر میخواین که پولدار شمین با اینده طب استوماتولوژی رو میخواندین که 32 دانه هست 32 دانه هر دانش که بیتش خیلی پول میشه. حال من رو میگفت که تو میخواید هم دکتر چشم شایی 2 دانه هست ده 2 دانه چی میشه بود 32 دانه اینا وشی ها اینا کم وشی ها دکتر صد که اگر دندان یک 32 تاست یک داشت کم شد و قدر تغییرات نمیاد در زندگی شوی زندگی شد. ولی اگر شما اگر کم بیتیتی بکنین دفعه کل میشه و بفهمین زندگیش چقدر خراب میشه. باز من وان اونا رو گفتم که زیاد به پول فکر نکنین، بازم بعض وقتا میشه که آدم به پول فکر نکنه که مثل که من در اول اشاره کردم، اما به اهمیت یک عضوی از بدن باید بسیار فوکس کنیم چون دندان هم مهم است اما چشم خودتان میفهمید ما چی بگویم چشم اما دکتر صاحب میخواین دکتر صاحب داخل شوند درست است؟ نه نه در ستاد نظر در از خلاف ما ما ادف چه دیشی علاقه می دارده یو اندکرانولوژی تا این علاقه دی دو انتخاب دارم او یو بند مسلک که اغا پیگر کم دیر وسا بمی او دیر اغا دا چامتولوژی دا او غانه چه ارتپیدست سمه زکه اغا دا مرگ و میر گریت فاقه که دیر کم دی یعنی تروز دیسی مریض سوی نه دی سوی چی مثلا دکتر سخبه دی که مر سوی چه اردو دیور کمی
نو زما راکه په دغه دوه زمينه کې ډیره ده چې په دغه دوه مستکو کې تخصص واخه د اندوکرینولوژي او چارماتولوژي او بسیار خوب امید روزی که به خواستتان برسیم و یک دکتر موفق شوین و به مردم خود خدمت بکنین. میتونید چیزا هم استفاده بکنین، نگوین که هیچ سلا نکرد مهمانای خود، ولی میخوایم پرسان بکنیم چون که از درس ها صحبت شد، از پنتون صحبت شد، از استادا به این صحبت هایی داشته باشیم، یک خاطری جالب از استادا می داشته باشیم که آیا کدام استاد سرطان قار شده تاله؟ مسئله قار شدن که هست، مثلا من طبعا خود جانم شخصا کوشش کردم که زمینه را ایجاد نکنم که استاد سرطان قار شد، اما قهر استاد جای خود داره، قار می شد بالای چشم ماست. نه کدام دلیل بوده که اصلا کار شده، یعنی استاده هیچ وقت بالای مسئولین یا شاگردای خود مراقب کار نمیشن، طبعا یک دلیل داره حتما دیگه، اگه یکی میگه درس نخونده یا ناوقت آمده چرا جای نیستی بله، اما منش کوشش کردم که زمینه را ایجاد نکنم. شاید استاد کار شده باشه بله، در دوران مکتب زیاد کار شده استادا، اما در دانشگاه فعلا خوشبختانه هست، اما استادا فرند هستیم با استادا همه در دستانه هستیم ما پیش مره. اما در یک چیز میخوایم اضافه کنم که یک استاد ارتوپیدیست ما بود که من روز که آمد در صنف اولین لکچر که با ما داشتن گفت که کل بچه ها رو دید استاد خداوند عمر دراز برشان بیت هستن در قید حیات است، ما شوخی کرد گفت کلتان ریش دارین، یک مرا اشاره کرد که ریش تو کجاست، استاد ما از خور خانه موندیم میبینن مطمئن هستم، گفت اگر مکتون باز مکتون ما از خور خانه موندیم، استاد باز گفت شوخی کردیم استاد از ما جنتیکی همی تر هستم مشکل پسان درم. در کل که هستم استادا قابل قدر هستن، اونا کسایی هستن که ما از برکتشون بازم میگم که اینجا هستیم و افتخار ما هستن. تشکر هستم بهتون که برنامه تشریف آوردین و واقعا برنامه خوب بود، واقعا یک ایده خوب بود با شما، امید است که از داشته هایی که ما تا این چیزو داشتیم پیشتون بود استفاده کردین، گرفته باشین و خوشتون آمده باشه، و اگر پیام داشته باشین، تبریکی داشته باشیم از شما میشنویم چون داخل برنامه هستیم. ما میخوایم تشکری از شما بکنیم از تلویزیون چراغ که ما را دعوت کرد و ایده از طریق شما بازم از طریق تلویزیون شما به تمام مردم مسلمان های جهان و خصوصا این دفعه که وطن نرفته میره و پدر مادر خود تبریک میگویم از طریق و در ضمن برای یک ایده خوش برای کلگی میخواییم و صلح در افغانستان با امید روزه که سال سرسایی داشته باشیم و یک عید سرشار از خوشی در کنار فامیل خود داشته باشیم. شما مگر پیام دارین، تبریکی دارین، میتونین بگوید؟ خوب بازم عید به تمام ملت افغانستان و خصوص به سنفیایم و دکتر سایبا تبریک میگم، و یک پیام دیگر در پلویش که همی محصولین در پلوی ازی که استاد لکچر میده خدایانه وابسته بر لکچرهای استاد نکنن، در پلوی ازی معلومات خارجی در البته در مورد تیبی باشد داشته باشند، یعنی معلومات عمومیشان زیاد باشد خوبتر است، با ریفرنس بخوانند، مطالعه کنند تا که بمی لکچرهای استاد در وابسته نکنند. تشکر از شما برادر عزیز، از شما یک پیام زم بخل برسر سرسخه دیره منو کم چون دعوت مراکی او زم سالی در تلویزیون دارید سخه چون در کورانی سخه دیده ما خل کورانی تخبت برگون تا طول تا تخصر مبارکان یا ارکوما او هیل لرم چه خوشحال او سوکال اختر و لرید او یو پیغان خل طول رشته باند ارکوما چه مرشتس هدف او زمشتس مرام باید یوازی در وطن خدمتی زکر در وطن دیر نخواهد دیدی تی پردگر کم دیدی نو زمشتس هدف یوازی باید پیسی او مال او دولت نی موقف نی یوازی او یوازی زمشتس هدف باید خلق در خدمت کولی دی او پاخر که پتول افغانستان که پتول اسلامی نرده که البته پتول یوازی پی اسلامی نرده کم نرده پتول دنیا که در سراسری سول پهیله چې موږ زموږ په یواد کې سوله راسي او موږ په ډېره خوشحالۍ باندې خپل درس هم ووایو خپل ځان هم ورسوو او ښه اخترم ولرو. خیلی تشکر از شما، ولاس کردین، تشریف آوردین. ایده من زمان است که تو بخندی،
با امید لبخندهای شما هم وطنهای گلم امید است که عید خوب را پیشروی داشته باشین و تا عید هم عید با خوبی سپری کرده باشین. مسیر ساعت هفته که ویژه بود به پایان رسید. شما بیننده برنامه های ویژه دیگر تلویزیون تیبی چراغ باشین و فعلا هم خدا نگهدارتان.